جمعی از زائران عراقی در نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در روز یک شنبه 9 رجب سال 1445 شرکت کردند. آیت الله العظمی شیرازی خطاب به زائران عراقی شرکت کننده در این نشست علمی فرمودند: سه چیز بر همگان واجب است، به مقداری که امکان انجام آن را دارند. اول، رساندن عقاید اهل بیت علیهم السلام به مردم. دوم، رساندن احکام شرعی واجب و حرام به مردم. و سوم، رساندن قصص، تاریخ، احکام و اخلاق اهل بیت علیهم السلام به مردم. معظم الله همچنین در این رابطه تأکید فرمودند: بر جوانان اولاست که این مسئولیت را بر عهده بگیرند، به مقداری که هر کدام از جوانان امکان دارند، آنچه که از اهل بیت به ما رسیده، از جمله واجبات و محرمات در عقاید، واجبات و محرمات در احکام و همچنین اخلاق اهل بیت علیهم السلام، چه ایجابی و چه سلبی را هم خود بیاموزند و هم به دیگران آموزش دهند، چه برای اقربا و نزدیکان، عشیره، همکاران و مدارس و دانشگاه‌ها بر جوانان واجب است که به اموری که گفته شد التزام داشته باشند. با فرارسیدن میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام، وبلاگ نویسان و فعالان شیعه در تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی کمپین علی در قرآن را راه اندازی کردند. گفتنیست پیشگامان این کمپین از طریق پست‌های وبلاگ و مقالاتی که در وبسایت‌ها منتشر می‌کنند، مسلمانان و دیگران را به مطالعه آنچه در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد ولی ایشان و امیرالمومنین علیه السلام آمده است، فراخواندند. این کمپین همچنین آیاتی از قرآن کریم که در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده است را در فضای مجازی نشر می‌دهند. در پایان گفتنیست این فعالان هدف از نشر احادیث و آیات قرآن در شأن و منزلت امیرالمومنین علی علیه السلام را آشنایی با مردم جهان با ایشان دانستند و معتقدند اگر دنیا علی ابن ابی طالب علیه السلام را بشناسد از آن حضرت پیروی می‌کند. سازمان جهانی حقوق بشر از مقامات اندونزی خواست تا فوراً بازگشت قایق‌های حامل پناهجویان روهینگیا را متوقف کند. همچنین به حملات به پناهجویان پایان دهند. این سازمان همچنین از مقامات اندونزی خواست تا به پناهجویان اجازه دهد در نزدیکترین بندر پیاده شوند و از ارائه کمک‌های بشر دوستانه به آنها دریغ نکند. گفتنیست در استان ساحلی آچه ساکنان تلاش می‌کنند از رسیدن قایق‌های حامل پناهجویان روهینگیا به ساحل جلوگیری کنند و چادرهای آنها را در سواحل محاصره کرده و خواستار اخراج آنها شدند. به گزارش سازمان ملل، 15% از جمعیت یمن به دلیل درگیری‌های جاری در این کشور و تأثیرات مخرب آن بر جامعه از نوعی ناتوانی رنج می‌برند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن اظهار داشت: برآوردهای جهانی نشان می‌دهد نزدیک به 5 میلیون نفر در یمن به دلیل تأثیرات جنگ و درگیری‌ها و مین‌گذاری‌ها از نوعی معلولیت رنج می‌برند. این سازمان همچنین اشاره کرد این درصد ممکن است در واقعیت بیشتر از این هم باشد. این گزارش تأکید کرد که افراد آواره دارای معلولیت با آسیب‌های جدی‌تری در کمپین‌ها مواجه هستند. از جمله آنها میتوان به ناامنی، خشونت و نبود امکانات اشاره کرد. نشریه تایم در گزارشی درباره اقدامات دولت هند برای ساخت معبد بر روی مسجد ویران شده مسلمانان نوشت: موضوع بحث برانگیز افتتاح معبد رام بر روی ویرانه‌های مسجد بابری نقطه اوج سیاست نارندرا مودی نخست وزیر هند برای حمایت از برتری طلبی هندوها بر مسلمانان است. در گزارش تایم آمده است که افتتاح معبد رام نه تنها برای مسلمانان هند بلکه برای برخی از هندوهایی که به کثرت گرایی و تساهل متعهد هستند زمان تاریکی را در پیش رو نشان می‌دهد.
نشریه تایم در پایان گزارش خود می نویسد که اقدام علیه مساجد و تحریک احساسات مسلمانان برای جلب آرای هندوها اگرچه به ظاهر پیروزی مودی را در انتخابات در پی خواهد داشت، اما در نهایت منجر به نابودی هند خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سومین نشست سران G77 و چین در شهر کامپالای اوگاندا گفته است که کشورهای در حال توسعه باید برای اصلاح نهاد و چارچوب‌های چند جانبه قدیمی تلاش کنند. گوترش با اشاره به درگیری‌های جاری در اوکراین، شرق میانه و سودان خاطر نشان کرده است که این تنش‌ها زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل و همه مناطق را تهدید می‌کند. وی خواستار اصلاح شورای امنیت سازمان ملل شده و گفته که این شورا به دلیل تقسیمات ژئوپلیتیکی فلج شده است و ترکیب آن منعکس کننده واقعیت‌های جهان امروز نیست. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان از آزادی 58 شهروند افغانستانی از زندان‌های پاکستان خبر دادند. روز شنبه 20 ژانویه عبدالجبار تخاری، کنسول طالبان در کراچی پاکستان، از آزادی 58 زندانی از زندان‌های کراچی خبر داده است. آقای تخار افزود که در میان زندانیان آزاد شده 11 تن کودک هستند. علاوه بر این، کنسولگری اعلام کرد که در یک سال گذشته 32,000 افغانستانی از زندان‌های استان سند آزاد شده و به کشور خود بازگشتند. دانشمندان می‌گویند با استفاده از یک فناوری تلویزیونی برای آزمایش ارتباط اینترنتی با انرژی نور می‌توان به سرعتی 100 برابر بیشتر از وای‌فای دست یافت. آنها نوع جدیدی از فناوری ارتباط نور مرئی VLC ساختند که قادر است با استفاده از وسایل روشنایی معمولی که در خانه ها و ادارات استفاده می شود داده ها را منتقل کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از لایف ساینس، این فناوری ممکن است روزی بتواند جای سیستم ارتباطی وای فای به عنوان روشی برای انتقال بیسیم داده ها را بگیرد. سیستم لایفای یا اصطلاحاً هماندهی با نور، برخلاف فناوری بی سیم وای فای که برای انتقال داده ها از امواج رادیویی الکترومغناطیسی استفاده می کند، به منابع نور متکی است و به لحاظ نظری می تواند به سرعتی بیش از 100 برابر سریعتر از وای فای برسد. به گفته دانشمندان، در حالی که لایفای یک سیستم کاملا شبکه‌ای است، می تواند نور فرو سرخ یا فرابنفش را در خود جای دهد. VLS یک سویه است و فقط از طیف نور مرئی بهره می گیرد. برخی دانشمندان هم می گویند که لایفای تلفیقی از وایفای و VLC است. سازمان هواشناسی ایران با اشاره به فعالیت سازمان بارشی در 23 استان نسبت به کولاک برف، یخزدگی، احتمال قطعی برق، انسداد گردنه‌ها و وقوع بهمن در 10 استان هشدار داد. سازمان هواشناسی ایران گفت از بعد از ظهر امروز با ورود سامانه بارشی به کشور در استانهای واقع در شمال غرب، برخی مناطق جنوب غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما، رعد و برق و در مناطق کوهستانی کولاک برف آغاز می‌شود. گفتنی است استانهایی از جمله آذربایجان شرقی، شمال و نوار غربی آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، غرب مازندران، گیلان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، البرز، قزوین، تهران، شمال شرق خوزستان، لرستان، غرب اصفهان شاهد این سامانه خواهند بود.